پرژن BMS تقدیم می کند. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت اون رسیده که با هم سراغی بگیریم از خبرنگار. با این برنامه همراه باشید. خبرنگار. اما بود مهم و اساسی پیام حضرت بهاءالله، پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهایی، پیامی که در قالب مفاهیم عمیق روحانی و تعالیم آسمانی ارائه شده، بود عمل و اقدام است که میبایست به صورت خدمت به جوامع انسانی جلوه کند و تحقق یابد. چرا که حضرت بهاءالله میفرمایند عالم را غبار تیره ظلمانی اخذ نموده و احاطه کرده، بساط معنی و عمل پیچیده شده و بساط قول و لفظ گسترده گشته. قسم به آفتاب حقیقت که الیوم یوم عمل است، جهد نمایید تا الیوم عملی از شما خالصاً لله ظاهر شود. از این رو از آغاز تأسیس آیین بهایی، پیروان این دیانت در هر کجا که ساکن باشند و در هر زمینه شغلی و اجتماعی که فعالیت کنند، همواره تلاش می کنند همراه با مطالعه، تأمل و تفکر، مشورت و تبادل نظر در راستای پیشرفت مادی و معنوی جوامع خودشون اقدام کنند و قدم بردارند و با روح خدمت، همیاری و همکاری با دوستان و آشنایان و همسایگان خودشون، فارغ از تمامی تفاوت‌های دینی، قومی، ملی، نژادی و فرهنگی، در فعالیت‌های جامعه سازی مشارکت کنند و دوش به دوش یکدیگر جهانی سالم و پویا بر پایه‌های عدالت، برابری و انسان دوستی بنا کنند. مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی موضوع خبرنگار امروز ماست. با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران عزیزی که از گوش و کنار جهان با ما همراه هستید. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. خب اگر به خاطر داشته باشید، چند هفته گذشته در برنامه خبرنگار، یعنی روز 18 اسفند ماه 1400 خورشیدی برابر با 25 ماه مارس امسال، دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی، با ما در مورد موضوع مشارکت در گفتمانهای اجتماعی صحبت کردند که عامل مهم و تأثیرگذاری است در ایجاد تحول مادی و معنوی فرد و جامعه. در خبرنگار امروز دکتر پرهام اقدسی به موضوع مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازند که در حقیقت ثمره و میوه گفتمان هاست. با سپاس بیکران از آقای دکتر پرهام اقدسی، از شما دعوت می کنم با این بخش از برنامه همراه باشید. با درود و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار، خوشحالم توفیق دست داد تا بار دیگر در این برنامه شرکت بکنم و این فرصت فراهم شد تا مرور مختصری با هم داشته باشیم بر مشارکت در اقدامات اجتماعی. تلاش‌های جامعه جهانی بهایی در حوزه اقدامات اجتماعی در طیفی از پروژه‌های کوتاه مدت غیر رسمی تا برنامه‌های پیچیده پایدار که توسط سازمان‌های ملهم از تعالیم بهایی انجام میشه قرار می‌گیرد. همونطور که بیت‌العدل اعظم اشاره فرمودند، تمام این تلاش‌ها در حوزه اقدامات اجتماعی به دنبال بکارگیری آموزه‌ها و اصول و ارزش‌های دینی بهایی برای بهبود بخشی از زندگی اجتماعی یا اقتصادی یک جمعیت هست، هرچند متواضع. لازم به ذکر هست که اقدامات اجتماعی نسبتاً ساده و به طور طبیعی و
و با پیشرفت فرایند جامعه سازی در یک محل و یا منطقه و در بطن فرایند و اقدامات جامعه سازی ظاهر میشن. یک ایده جدایی ناپذیر از نحوه درک ما از مشارکت در این حوزه این هست که هر نوع اقدام اجتماعی حتی در زمانی که بر بهبود شرایط مادی خاصی متمرکز هست باید در چارچوب ظهور تمدنی انجام بشه که مظهر انسجام بین هر دو بُعد مادی و معنوی زندگی هست. چنانچه در این رابطه حضرت عبدالبها می فرمایند و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که هرچند مدنیت مادی از وسائط ترقی عالم انسانی است ولی تا منزم به مدنیت الهی نشود نتیجه که سعادت بشری است حصول نیابد. بیت الله اعظم در پیام 9 نوامبر 2018 خودشون می‌فرمایند که 35 سال پیش اوضاع در داخل و خارج از جامعه بهائی مجموعاً امکانات تازه‌ای رو برای مشارکت بیشتری در حیات اجتماع فراهم آورد. جامعه بهائی به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده بود که لازم شد فرایندهای توسعه اجتماعی و اقتصادی به صورت فعالیت‌های منظم جامعه در بیاد و بدین سبب در اکتبر 1983 بیت الله اعظم از بهائیان جهان دعوت نمودند که به این میدان جدید فعالیت وارد بشن. بدین ترتیب برای مساعدت به بیت الله اعظم در پیشبرد و هماهنگی فعالیت‌های احبا در سراسر جهان دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی بهائی تأسیس شد. در آن زمان فعالیت‌های جامعه بهائی در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر سطحی از پیشرفت حدود چند صد فعالیت بیشتر نبود. اما در زمان نگارش این پیام در سال 2018 این رقم به ده‌ها هزار رسیده بود که صدها طرح پایدار مانند مدارس و ده‌ها سازمان توسعه را شامل می‌شد. دامنه وسیع فعالیت‌های کنونی از روستاها و محله‌ها تا مناطق و کشورها را در بر می‌گیرد و مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله آموزش و پرورش از کودکستان تا دانشگاه، سوادآموزی، بهداشت، محیط زیست، حمایت از پناهندگان، پیشرفت زنان، تواندهی به نوجوانان، رفع تعصبات نژادی، کشاورزی، اقتصاد محلی و توسعه روستایی رو شامل میشه. بیت الله اعظم در پیام رضوان 2010 خودشون خاطر نشان میکنن که مشارکت بیشتر در حیات اجتماع نبایستی نابهنگام و عجولانه صورت بگیره. این مشارکت به تدریج با کوشش و پشتکار احبا در هر محدوده جغرافیایی در اجرای مفاد و مندرجات نقشه های بیت الله اعظم و از طریق فرایند عمل، تأمل، مشورت، مطالعه و نتیجتاً یادگیری به طور طبیعی پیش خواهد اومد. بیت الله اعظم همینطور در پیام 29 دسامبر 2015 خودشون در رابطه با نحوه شروع متداول اقدامات اجتماعی در یک محله و یا منطقه می‌فرمایند که تلاش‌های جامعه بهائی در حیطه اقدام اجتماعی به صورت طبیعی در اثر افزایش منابع و ازدیاد آگاهی از مقتضیات ظهور امر حضرت بهاءالله برای زندگی یک جمعیت آغاز میشه. معمولاً برنامه تواندهی روحانی به نوجوانان
و یا مشاورات درباره شرایط محلی در گرد همایی های جامعه به طور طبیعی موجب شروع این چنین اقدامات اجتماعی میشه. یک اقدام اجتماعی هر چقدر هم در ابتدا کوچک باشه، نشونه این هست که یک جمعیت در درون خود قابلیت یادگیری این که چگونه میشه تعالیم این ظهور اعظم رو در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی به کار گرفت رو پرورش میده. مجموعه این چنین ابتکارات و اقدامات به غنی کردن مشارکت در گفتمانهای متداول در اجتماع در سطح فردی و جمعی هم کمک میکنه. همانطور که اشاره شد، تلاش‌های جامعه بهایی در زمینه اقدامات اجتماعی در یک محله و یا منطقه بسیار ساده و متواضع شروع میشه. به عنوان مثال میشه به پر کردن چاله‌های خیابان، تمیز کردن منطقه اطراف منابع آب و فراهم کردن دسترسی ساکنین یک روستا به خدمات یک پرستار و غیره و غیره اشاره کرد. تصور هر یک از این مثال‌ها جدای از فرایندهای رشد و توسعه و تحکیم در یک محله و یا منطقه اهمیت زیادی پیدا نمی‌کنه. پس سؤالی که در اینجا پیش میاد این هست که چرا به این اقدامات اجتماعی اولیه در جوامع بهایی در سراسر جهان اهمیت زیادی داده میشه؟ در پاسخ به این سؤال دو نکته بسیار مهم رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه به گفته بیت‌العظم یک اقدام اجتماعی هر چقدر هم که در ابتدا کوچک باشه، نشان دهنده این هست که یک جمعیت در درون خود قابلیت بسیار مهمی رو داره پرورش میده که اهمیت و پتانسیلی بی نهایت برای قرن‌های آتی داره. قابلیت یادگیری این که چگونه میشه تعالیم این ظهور اعظم رو در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی به کار گرفت. نکته دوم این که مطمئناً در هزاران هزار اقدام اجتماعی ساده مردمی توسط تعداد فزاینده‌ای از افراد جامعه که در یک چارچوب مشترک به هم متصل هستند، یک قدرت دگرگون کننده بزرگ وجود داره. پروژه اقدام اجتماعی که ما انجام میدیم باید اهداف خاصی داشته باشه و ما باید اونها رو به خوبی و با کیفیت انجام بدیم. اما در اندیشیدن به اقدام اجتماعی به عنوان حوزه‌ای از فعالیت‌های جامعه بهائی، ما باید همواره به موارد و سوالات مهمی توجه کنیم. اینکه آیا توانایی کسانی که در اقدامات اجتماعی مشارکت دارند در بررسی اوضاع و واقعیات اجتماعی هم در حال افزایش هست؟ آیا این افراد بیش از پیش در رابطه با موضوعات و مشکلاتی که پیش رو دارن با یکدیگر مشورت میکنن؟ و آیا توانایی جامعه برای انجام اقدام یک پارچه و متحد در حال افزایش هست؟ اینها تعدادی از سوالاتی هستند که ما در رابطه با پرورش قابلیت یادگیری این که چگونه میشه تعالیم این ظهور اعظم رو در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی به کار گرفت باید از خودمون بپرسیم. اگرچه در مناطق مختلفی از جوامع بهایی ما شاهد تعداد فزاینده‌ای از مواردی هستیم
که در اون اقدام اجتماعی به یک پروژه پایدار تبدیل شده که البته مایه خوشحالی هست، ولی ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که اینها ثمره تلاش‌های بسیار زیاد و مستمر جامعه هستند. البته لازم نیست که هر پروژه اقدام اجتماعی ادامه پیدا کنه. برخی از پروژه ها به اهداف خودشون میرسن و به طور طبیعی پایان پیدا میکنن. اما اون پروژه هایی که قرار هست تداوم پیدا کنن، به پشتکار، به درجه بالایی از حمایت و وحدت جامعه و دسترسی به دانش نیاز دارن. اگر قرار هست که جامعه مسئولیت پیشرفت مادی و معنوی خودش رو بر عهده بگیره، ضروری هست که آگاهی جمعی اون به طور متداوم افزایش پیدا کنه و توانایی اون در تجزیه و تحلیل واقعیت خود و یادگیری از تجربه به طور پیوسته تقویت بشه. شنوندگان عزیز، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و امیدوارم فرصتی داشته باشید تا با دوستان خودتون در رابطه با سوالات ذکر شده در این برنامه مشورت بکنید. ما سر خوشان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کما نشانده بر